عوارض نداشتن رابطه جنسی در مردان و زنان. یکی دیگر از عوارض نداشتن رابطه برای زنان متأهل تنگ و خشک شدن واژن است. در این شرایط برقراری رابطه میتواند برای خانم‌ها دردناکتر از حالت معمول باشد. مطالعات نشان می‌دهد مردانی که به طور مکرر انزال را تجربه می‌کنند کمتر در معرض ابتلا به سرطان پروستات قرار می‌گیرند. رابطه جنسی هم موجب تحرک بدن و هم کاهش استرس می‌شود. سلام، با یکی دیگر از ویدیوهای نکس مدیا خوش آمدین. برای دانستن جزئیات بیشتر در این مورد نکس مدیا را سابسکرایب کرده و زنگوله را نیز فشار دهین. همچنین برای حمایت از ما ویدیوی ما را لایک کنید. رابطه جنسی یک احساس خاص و لذت بخش در زندگی مشترک است که موجب تحکیم روابط، بهبود خلق و خو و همچنین سلامت جسمی و روانی انسان می شود. مطالعات نشان می دهد که نداشتن رابطه جنسی برای مدت زمان طولانی می تواند روی سلامت مردان و زنان تأثیر بگذارد. هرچند تعداد دفعات رابطه جنسی برای هر فرد با توجه به سن، سلامت جسمانی، میل جنسی و رابطه او متفاوت است، اما پرهیز از رابطه جنسی یا محدود کردن بدن از داشتن رابطه جنسی به خصوص برای زوجها میتواند اثرات منفی بر جسم و روان آنها داشته باشد. آیا نداشتن رابطه جنسی خطرناک است؟ هرچند داشتن سکس خوب مزیت‌های زیادی دارد، اما بهتر است بدانید که نداشتن آن برای همه افراد مشکل ساز نخواهد بود. برای افرادی که ازدواج کردند، نداشتن رابطه جنسی می‌تواند روی رابطه آنها مؤثر باشد، اما فردی که ازدواج نکرده و وابستگی عاطفی به کسی ندارد هیچ مشکل جدی را تجربه نخواهد کرد. از فواید رابطه جنسی برای افراد متأهل می توان به افزایش صمیمیت بین زوجها، احساس لذت، کاهش استرس و کاهش فشار روانی اشاره کرد. نداشتن رابطه جنسی می تواند روی روابط زوجها مؤثر باشد. نداشتن رابطه باعث چه می شود؟ افراد زیادی این سوال را می‌پرسند. در جواب می‌توان گفت داشتن رابطه جنسی یک انتخاب کاملاً شخصی است و حذف کردن آن از زندگی اگر با فشار و استرس همراه نباشد هیچ آسیبی بر روح و جسم شما وارد نمی‌کند. البته این موضوع را در نظر بگیرید که اگر فرد میل جنسی زیادی داشته باشد و قادر به برقراری رابطه نباشد، ممکن است تحت فشار روانی زیادی قرار بگیرد و این موضوع قطعاً روی سلامت روان و جسم او مؤثر خواهد بود. با عوارض نداشتن رابطه جنسی در مردان و زنان آشنا شوید. 1. افزایش خطر ابتلا به سرطان پروستات. مطالعات نشان می‌دهد مردانی که به طور مکرر انزال را تجربه می‌کنند کمتر در معرض ابتلا به سرطان پروستات قرار می‌گیرند. نتایج یک مطالعه در سال 2006 نشان می‌دهد مردانی که حداقل 21 بار در ماه انزال را تجربه می‌کنند نسبت به افرادی که 4 تا 7 بار در ماه انزال دارند کمتر به سرطان پروستات مبتلا می‌شوند. از همین رو می‌توان افزایش خطر ابتلا به سرطان پروستات در مردان را تا حدودی ناشی از عوارض نداشتن رابطه جنسی دانست. 2. افزایش خطر بی اختیاری در خانم ها. فعالیت جنسی مکرر در خانم ها موجب تقویت عضلات کف لگن می شود و می تواند به بهبود عملکرد مثانه کمک کند.
خانم هایی که رابطه جنسی منظم دارند معمولاً در سنین بالا کمتر به عوارض نداشتن رابطه طولانی مدت مانند بی اختیاری دچار می شوند. 3. افزایش استراب و استرس. داشتن رابطه جنسی منظم اگر با بهداشت جنسی همراه باشد می تواند به سلامت روان مردان و زنان کمک کند. برقراری رابطه جنسی به خصوص برای افرادی که میل جنسی زیادی دارند و شریک جنسی ندارند اهمیت بیشتری دارد. مطالعات نشان می‌دهد تا حدودی می‌توان بروز احساس ناامنی و استراب در افراد را ناشی از عوارض ارضا نشدن زنان و مردان دانست. با این حال افرادی که میل جنسی کمی دارند و با این مسئله مشکلی ندارند معمولاً با نداشتن رابطه جنسی دچار استراب و استرس نمی‌شوند. 4. کاهش صمیمیت بین زوج‌ها. هرچند افراد زیادی هستند که بدون داشتن رابطه جنسی روابط عاشقانه کاملی با هم دارند، اما برای اکثر افراد نداشتن رابطه جنسی می‌تواند روی تحکیم روابط و صمیمیت زوج‌ها مؤثر باشد. مطالعه‌ای که در سال 2015 انجام شد نشان داد که داشتن رابطه جنسی حداقل یک بار در هفته می‌تواند با بهبود روابط و همچنین افزایش سطح رضایت از زندگی کمک زیادی کند. 5. افزایش خطر بروز بیماری‌های قلبی. تحقیقات نشان می‌دهد افرادی که کمتر از یک بار در ماه رابطه جنسی دارند بیشتر به بیماری‌های قلبی مبتلا می‌شوند. رابطه جنسی هم موجب تحرک بدن و هم کاهش استرس می‌شود و از این طریق از بروز بیماری‌های قلبی جلوگیری می‌کند. 6. ضعف سیستم ایمنی بدن. به نظر می‌رسد داشتن یک بار رابطه جنسی در هفته می‌تواند با تقویت سیستم ایمنی بدن شما کمک کند. تحقیقات نشان می‌دهد افرادی که رابطه جنسی سالم و منظمی دارند معمولاً سیستم ایمنی بدنشان قوی‌تر است. مهمترین دلیل این موضوع افزایش ترشح یک ماده ضد میکروب به نام ایمونوگلوبولین A یا IgA بعد از رابطه جنسی است. 7. کاهش کیفیت خواب. برقراری رابطه جنسی موجب ترشح هورمون پرولاکتین و اکسیتوسین در بدن می شود و به تجربه خوابی آرام و راحت کمک می کند. معمولاً ترشح هورمون استروژن در خانم هایی که رابطه جنسی دارند بیشتر است و این موضوع موجب بهبود کیفیت خواب در خانم ها می شود. افرادی که رابطه جنسی ندارند معمولاً سخت‌تر به خواب می روند و خواب سبکتری را تجربه می کنند. 8. دردناک شدن رابطه جنسی در خانم ها. یکی دیگر از عوارض نداشتن رابطه برای زنان متأهل تنگ و خشک شدن واژن است. در این شرایط برقراری رابطه می تواند برای خانم ها دردناکتر از حالت معمول باشد. البته این مشکل معمولا بعد از چند بار رابطه جنسی برطرف می شود. 9. اختلال نعوز. بررسی نتایج تحقیقات مرتبط با ارضا نشدن مردان نشان می‌دهد مردانی که کمتر از یک بار در هفته رابطه جنسی دارند دو برابر بیشتر با اختلالات نعوز مواجه می‌شوند. داشتن یک رابطه جنسی منظم می‌تواند از بروز مشکلات نعوز در مردان جلوگیری کند. بنابر این می‌توان افزایش خطر ابتلا به اختلال نعوز را مهمترین عوارض نداشتن رابطه برای مردان متأهل دانست. 10. افزایش فشار خون. برخی متخصصان بر این باورند ممکن است یکی دیگر از عوارض نداشتن رابطه برای مردان مجرد و دخترانی که هنوز ازدواج نکرده اند افزایش فشار خون باشد. به نظر می رسد که داشتن رابطه جنسی موجب کنترل فشار خون می شود. رابطه جنسی موجب کاهش استراب و افزایش آرامش می شود و این موضوع به طور مستقیم روی فشار خون مؤثر است.
رسیدیم به پایان یکی دیگر از ویدیوهای نکس مدیا. برای ویدیوهای این چنینی نکس مدیا را سابسکرایب کرده و آیکن زنگ را کلیک کنید و برای حمایت از ما تنها ویدیوی ما را لایک کنید. خدا نگهدار.